در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از ابراز نگرانی اروپا از تصمیم نصب سانتریفیوژهای جدید در نتنز، به جریان افتادن روند تشکیل دولت در لبنان، نگرانی از بروز بحران انسانی در اتیوپی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 18 آذر شمار افراد مبتلا به کرونا در جهان به 68 میلیون و 100 هزار نفر رسید و تعداد بهبود یافتگان هم از 47 میلیون و 145 هزار نفر فراتر رفت. تا کنون بیش از 1 میلیون و 553 هزار نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. روند شناسایی مبتلایان جدید در هند همچنان کاهشی است و برزیل هم با افزایش آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا روبرو شده است. فرانسه هم روز دوشنبه کمترین آمار ابتلای روزانه طی 3 ماه گذشته را ثبت کرد. طبق اعلام مقامات اسلواکی، انجام تست کرونا به صورت گسترده و اعمال محدودیت‌ها در این کشور توانسته میزان مبتلایان جدید را تا 60% کاهش دهد. از سوی دیگر در کره جنوبی قراردادی با شرکت‌های واکسن‌سازی امضا شده که طبق آن واکسن کرونا مورد نیاز برای 44 میلیون نفر از مردم این کشور تامین می‌شود. همچنین در غزه تعداد مبتلایان به کرونا افزایش قابل توجه داشته و محدودیت‌های شدیدتری در این منطقه اعمال شده است. ابراز نگرانی اروپا از تصمیم نصب سانتریفیوژهای جدید در نتنز. سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک نسبت به تصمیم تهران برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و مصوبه اخیر مجلس درباره برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. در برنامه مشترک فرانسه، آلمان و بریتانیا آمده است اگر ایران در حفظ فضای دیپلماسی جدی است، نباید این تصمیم‌ها را اجرایی کند. این کشورها علاوه بر مغایر دانستن نصب این سه آبشار با برجام، تصویب قانون اخیر در مجلس ایران را ناسازگار با توافق هسته‌ای دانستند. مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را به تصویب رسانده که طبق آن سازمان انرژی اتمی موظف است در صورت عدم پایبندی طرف‌های برجام به تعهدات خود، گام‌های بیشتری برای کاهش تعهدات هسته‌ای ایران بردارد. به جریان افتادن روند تشکیل دولت در لبنان. سعد حریری نخست وزیر مکلف لبنان برای پیشبرد روند تشکیل دولت و بررسی مسائل آن به دیدار میشل اون رئیس جمهور این کشور خواهد رفت. بر اساس خبرها سعد حریری و رئیس جمهوری لبنان اسامی و پست‌های کابینه جدید را بررسی کرده اند و دیدار روز چهارشنبه نیز برای تکمیل رایزنی‌ها انجام می‌شود. از سوی دیگر برخی از مردم لبنان در اعتراض به تصمیم احتمالی دولت برای لغو یارانه کالاهای اساسی تظاهرات کردند. وضعیت اقتصادی لبنان از ابتدای سال جاری میلادی به دلیل شیوع کرونا و انفجار مهیب بندر بیروت وخیم‌تر شده است. هشدار درباره بروز بحران انسانی در اتیوپی. سازمان‌های امدادی اعلام کرده‌اند ناآرامی‌های منطقه تیگرای میان دولت و نیروهای آزادی بخش این منطقه ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را با مشکل روبرو کرده است. علاوه بر آن، شیوع ویروس کرونا در این منطقه می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. 600 هزار نفر از ساکنان این منطقه مورد مناقشه در اتیوپی پیش از شروع این درگیری‌ها نیز نیازمند کمک‌های غذایی بودند. در حال حاضر، دولت اتیوپی از پایان عملیات نظامی و پیروزی بر نیروهای جبهه آزادی بخش تیگرای خبر داده و اعلام کرده روی کمک‌های انسانی به مردم تیگرای تمرکز دارد. افزایش 3 برابری قربانیان غیر نظامی افغانستان در حملات هوایی. بررسی‌های دانشگاه براون آمریکا نشان می‌دهد شمار غیر نظامیان کشته شده در حملات هوایی آمریکا و متحدانش در این کشور از سال 2017 به بعد 330% افزایش داشته است. همچنین تنها در سال 2019 حدود 700 غیر نظامی افغانستانی در این حملات کشته شدند. این رقم بالاترین آمار ثبت شده از زمان شروع حملات نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 است. کارشناسان اعلام کردند علت افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان کاهش تعداد سربازان نیروی زمینی آمریکا و افزایش فشارها بر طالبان برای انجام مذاکرات صلح بوده است. پیروزی مادورو و متحدانش در انتخابات مجمع ملی ونزوئلا.
نتایج انتخابات پارلمان ونزوئلا با پیروزی احزاب حامی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور به پایان رسید. بر اساس نتایج این انتخابات، ائتلاف حامی مادورو توانست بیش از 67% آرای پارلمان ونزوئلا را که پیشتر در کنترل اپوزیسیون این کشور بود، از آن خود کند. پس از اعلام این نتایج، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد نتایج این انتخابات نشان دهنده خواست مردم این کشور نیست. پیامی که باعث شد وزیر خارجه ونزوئلا پومپئو را به زامبی تشبیه کند. نرخ عدم مشارکت در انتخابات اخیر ونزوئلا 69% اعلام شده است. اعتراضات مردمی در مولداوی و بلاروس. بیش از 20,000 نفر از مردم مولداوی روز یکشنبه در خیابان‌های پایتخت این کشور تجمع کردند و خواستار استعفای دولت و انحلال پارلمان شدند. این تظاهرات به درخواست مایا ساندو رئیس جمهوری منتخب مولداوی انجام شد. او که از طرفداران اتحادیه اروپا است، اعلام کرده رئیس جمهور فعلی مولداوی که از حمایت روسیه برخوردار است، حاضر به قبول شکست نیست. همچنین در ادامه تظاهرات مردم بلاروس علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور، بیش از 300 نفر دستگیر شدند.